درود به شما براندازهای عزیز. ویدیویی عجیب و واضح از یه نور خیلی عجیب در آسمان تهران منتشر شده که هیچ کس نمیدونه چی بوده. شیء پرنده‌ای که شباهت بسیار زیادی به بشقاب پرنده ها داره. وای چقدر نازه. وای سکستون اونجا رو. هرگام چیه؟ اونوارم سفینه است؟ رئیس صنف قنادان اعلام کرده بود که بعد از مرگ رئیسی فروش قنادی ها در ایران بعد از 6 سال رکود رکورد زده. فقط به خاطر دادن این گزارش هفتگی هم توسط نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. بهره‌مند بعد از بازجویی گفت من هیچ قصدی نداشتم، فقط طبق معمول گزارش هفته را دادم. اما ایرانیان آزادیخواه ساکن لندن که مورد هجوم وحشیانه و ضرب و شتم عوامل وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند، امروز هم روبروی سفارت جمهوری اسلامی در این شهر رقص و پایکوبی کردند و با سرود ملی هلیکوپتر هم پاسخ وحشیگری مزدوران خامنه‌ای را دادند و هم باعث شدند تا مراسم شمع افروزی برای ابراهیم رئیسی لغو بشه. این مراسم قرار بود امروز در سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار بشه. وحوش خامنه ای در لندن که از لغو مراسمشون حسابی عصبانی شده بودن، ایرانیان ساکن لندن رو تهدید به اعدام کردن. امروز جلال رشیدی کوچی هم با اظهاراتش حسابی همه چیزو شخم زده. رشیدی کوچی گفته کسانی که برجام روحانی معترض بودند موافق برجام رئیسی بودند که شلوول‌تر بود. رشیدی کوچی با انتقاد از بازگشت گشتای ارشاد گفت خوراک لازم برای براندازان توسط گشت ارشاد ایجاد شد. اما افشاگری مهمتر رشیدی کوچی این بود که گفت در مرحله دوم انتخابات مجلس فقط 4-5% از مردم تهران مشارکت داشتند. اما در حالی که خامنه ای کمتر از 1 ماه وقت داره تا انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنه، کم کم داره جنگ کفتارها برای ریاست جمهوری شروع میشه. چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که درباره حضور زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری اطلاعی نداره، اما اگر زاکانی بخواد رئیس جمهور بشه نیازی به استعفا از شهرداری تهران نداره. یعنی میتونه با حفظ سمت برای پوشش دادن کاندید مورد نظر خامنه ای نامزد بشه. گویا اون نامزدی که قرار خامنه ای انتخابات رو براش مهندسی کنه جمیله علم‌الهداست. روزنامه هم‌میهن نوشت جمیله علم‌الهدا بزرگترین دختر احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد. نام جمیله قبل از اینکه همسرش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه کمتر شنیده شده بود، اما حالا که رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلیکوپتر درگذشتن، نام جمیله هم در میان چهره‌های مورد نظر اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری به چشم می‌خوره.
این حضور از دو سو برای اصولگرایان همسو قابل توجه قرار گرفته، هم از آن جهت که بتواند راه همسرش را در دولت ادامه دهد و هم از آن جهت که اولین رئیس جمهور زن ایران باشد، که البته درباره دومی باید منتظر واکنش شورای نگهبان در صورت ثبت نام او در انتخابات باشد. اما به جز جمیله یه اسم عجیب دیگه هم برای انتخابات ریاست جمهوری سر زبون ها افتاده. آذری جهرومی که یکی از وزرای مورد علاقه حسن روحانی بود اعلام کرد که تماس‌های زیادی از سوی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف در سراسر کشور دریافت کرده، اما هنوز هیچ تصمیم شخصی و جمعی در این باره نگرفت. اما علیرضا عرافی رئیس حوزه‌های جهلیه هم یکی دیگه از کسانیه که احتمال ورودش به انتخابات وجود داره. هرچند عرافی که قدرت مخفی خیلی زیادی در جمهوری اسلامی داره و حتی اخیراً اسمش به عنوان جانشین خامنه‌ای مطرح شده، اعلام کرد که فعلا قصدی برای ورود به سیاست نداره و تصمیم قطعی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری را نگرفته. اما به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، ابراهیم رئیسی قبل از مرگش علاقه خیلی زیادی به هلیکوپتر داشته. رئیسی در حالی با یه بالگرد آمریکایی زغال شد که منتظر رسیدن بالگردهای روسی خریداری شده از روسیه بود. بالگردهایی که برای سفرهای شبانه رئیسی و سایر مسئولان جمهوری اسلامی خریداری شده بود. آیه رئیس جمهور مطالبه پرواز شب امدادی داشتن. وزیر کشور خودتون چند بار اونجا تشریف شب ها هم بتونید، چرا نمیرین؟ وقتی اونواش با ما هلیکوپتر پرواز شب نداریم، در سفری که به روسیه داشتن، من از گفته های دوستان ریاست جمهوری دارم میگم که ایشون مذاکره هم با آیه پوتین داشتن، شخص رئیس جمهور گفته ما نیاز به بالگردهای پرواز شب امدادی داریم و 12 فروند بالگرد امداد شب پروازی از روسیه برای ما الحمدلله کارسازی شده و طی امسال و 3-4 سال ما توافقنامه رو با روسا امضا کردیم همین ابتدای امسال. ویدیویی که دیروز از گریه های مادر ابراهیم رئیسی منتشر شده بود خیلی خبرساز شد. گریه هایی که اتفاقا برای مردم ایران خیلی آشنا بود و همه رو به یاد گریه های مادران داغدار جاویدنامان راه آزادی ایران انداخته بود. درود بر شما. خطاب به مادر جناب رئیسی. شما همان مادری هستی که بچت یاد دادی که تو 18 سالگی قاضی بشه و مادرانی مثل خودتو بی فرزند کنه. نحوه تعلیم و تربیت افکارتون مرگ فرزندتو به تقدیم کرد. پس صدای مادران داغدار به خونه تو هم رسید. درکت میکنم. این صدای 45 سال خونه به خونه میگرده تا خونه شما رو پیدا کرد. از صدای مادران پذیرایی کن، مهمان ناخوانده و ناخوشایندی است.